شرکت اپل اعلام کرده است که استیفن جابز مدیر عامل پیشین این شرکت و یکی از بنیانگذاران آن که اخیراً به علت بیماری سرطان کناره‌گیری کرده بود شب گذشته، شب پنجشنبه درگذشت. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در بیانیه درگذشته آقای جابز او را یکی از بزرگترین نوآوران آمریکا خواند و به وی ادای احترام کرد. یک قماندان نیروهای مخالف قذافی در لیبیا اعلام کرده است که بخشی از شهر سرت همکنون در کنترل نیروهای مخالف قذافی قرار دارد. در همین حال بر اثر نبردها در ساعات گذشته تا کنون 10 تن کشته و زخمی شدند. و خبرهای اقتصادی را همکارم احمد سمیر بیات تقدیم می‌کند. با تشکر سپاس از همکارم به چند رویداد اقتصادی از داخل کشور خوش آمدید. وزارت فواید عامه از تلاش‌های جدید برای حفاظت از شاهراهای اصلی و اساسی کشور خبر می‌دهد. مقام‌ها در این وزارت می‌گویند حفاظت از جاده‌ها و سرک‌های کشور که زیربنای اصلی رشد اقتصادی کشور است، تنها کار این وزارت نبوده، باید همه در حفاظت آن توجه داشته باشند. در همین حال این وزارت دلیل اصلی تخریب زودهنگام سرک‌ها را بارگیری تناژ بلند موترهای باربری از وزل اصلی آنها عنوان می‌کند. مسافر قوقندی گزارش دارد در این مورد که با هم می‌بینیم. یکی از چالش‌های عمده حکومت افغانستان در چند سال اخیر بودن فساد در ادارات مختلف است. اما فساد در کدام بخش و در کجا تعریف دقیقی وجود ندارد. به گفته شماری از کارشناسان خطرناکترین فساد در افغانستان فسادی است که با به دست آوردن اندک از پول و یا یکی سهل‌انگاری زیربنای اقتصادی کشور را از بین ببرد. چنانچه در چند سال گذشته هزارها کیلومتر سرک قیر شده و به خاطر سهل‌انگاری و یا هم با وجود آوردن فساد دوباره در حال تخریب شدن است. در این مورد مقام های وزارت فواید عامه چنین ابراز نظر می کنند. یکی از عوامل عمده و اساسی از این برلاوی که تاثیرات جوی هست، مواد کیمیاوی هست و این مسائل تاثیرات خود داره، شدت حرکت روز افزون از قسمت از این تناژ بلند یکی از عوامل بسیار اساسی و عمده است که باعث تخریب سرک میشه. آقای وحید میگوید با وجود تلاش های زیادی از سوی این وزارت برای حفاظت از سرکات در یک ماه گذشته، هنوز هم در برخی بنادر مشکلات فراروی آنها وجود دارد. یک سلسله مشکلات وجود داره در این قسمت، در بعضن والی صاحبا با ما در این قسمت هم کار نیستن در بعضی ولایات و قسمت هم در بعض جای دیده میشه که یک حساب اگر بگویم زورگویی ها هست در بعض مناطق مشکلاتی هست که از ترازو عبور میکنن. او افزود اکنون این وزارت با آوردن 4 پایه ترازوی سیار تناژ بلند از کشور هندوستان و با افراز ترازوهای موقتی و سیار در بین 2 ترازوی تناژ بلند در بنادر تا 80% این مشکل حل شده است. این در حالی است که چند پیش شهردار کابل نیز از عدم هماهنگی نهادهای مختلف در بخش بازسازی کابل شکایت کرده و دلیل این ناهماهنگی را به تعویق افتادن شمار زیاد از پروژه های زیربنایی به خصوص سرکسازی و همچنان بعد از تکمیل پروژه ها کندن های دوباره گفته بود. مسافر قوقندی، تلویزیون آریانا، شهر کابل. شماره از تاجران ولایت‌های تخار و بدخشان ادعا دارند که انتخابات دور دوم اتاق تجارت صنایع در فضای مخشوش همراه با تقلب راه اندازی شده است. اما مسئولان در اتاق تجارت صنایع افغانستان انتخابات امسال را شفاف و شرکت تاجران به ویژه خانم‌های تجارت پیشه را بسیار گسترده اعلام کرده است. در این انتخابات بیش از 6000 تاجر ملی در این ولایت شرکت کرده بودند. همکارم محمد قاسم نصراللهی گزارش می‌دهد. پس از جار و جنجال های زیاد بر سر تعیین اعضای هیئت مدیره اتاق های تجارت در ولایت های تخار و بدخشان، بیش از 6000 تن پای صندوق های رای گیری رفته و بیش از 40 عضو این اتاق را در دو ولایت انتخاب کردند. این انتخابات به دلیل اختلافات میان تاجران بر سر انتخاب اعضای اتاق درست طول کشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به عقد تفاهم نامه همکاری به صورت رسمی در راه اندازی روند انتخابات سهم داشت، اما اکنون شماری از شرکت کنندگان این انتخابات تقلب را بعید ندانسته در شفافیت این پروسه ابراز تردید کردند. ما قسمی که دیدیم واقعا که او طرز العمل
او قانونیش او اصولنامش ایش مطابقت اصلا به انتخابات کردن نمیتونست. آزرخش حافظی رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت افغانستان که در رأس هیئت از این روند نظارت میکرد میگوید که انتخابات دور دوم اتاقهای تجارت و صنایع در فضای بسیار شفاف و عادلانه برگزار شده و شرکت تاجران نسبت به دور اول بسیار گسترده بوده است. اگر موارد تخطی را ببینن رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان در اینجا حاضر است و او تقریبا 37 کارت تقلبی و جعلی و ایگپا را ضبط کردن و نفر مربوطی از رو به مراجع مربوطه معرفی کردن. آقای حافظی گفت شرکت زنان در دور دوم انتخابات اتاقهای تجارت به صورت گسترده بوده و امیدوار است که تعداد بیشتری آنون به عضویت این اتاق درآیند. از سوی دیگر وی تاکید میکند که اتاقهای تجارت بنابر مسئولیتی که دارد در آینده به صورت گسترده در پروسه های بازسازی و توسعه رشد اقتصادی تجار مؤثر واقع شود. محمد قاسم نصراللهی، تلویزیون آریانا، ولایت تخار. از همراهیتان سپاس. بقیه شب خوش. خدا نگهدار. با شکر از سمیر بیات که خبرهای اقتصادی را تقدیمتان کرد و با سپاس از همکاران تکنیکی این بود آخرین بقایی و رویدادهای خبری افغانستان و جهان تا این ساعت. بقیه شب خوش. خدا نگهدار.